فروغ کنعانی، فعال حقوق زنان از فرانکفورت با ما همراه هستند. خانم کنعانی، شنیدن این گزارش ها واقعا آزاردهنده است، اما به نظر شما اصلا این وضعیتی که گزارش هاش، حالا چند تاش رو با هم دیگه شنیدیم، چه وضع و شرایطی رو در جمهوری اسلامی به ما نشون میده؟ آیا ما با یه رویکرد هدفمند از سمت جمهوری اسلامی مواجه هستیم؟ درود بر شما. فکر میکنم بایستی از آن کنیم که یک رویکرد هدفمند در جریان و جمهوری اسلامی تعمدن دستگیر شده ها رو، به خصوص دستگیر شده های زنان و جوانان رو، مورد آزارهای هدفمند جنسی خودش قرار میده. من دوست دارم به آمار شما این مطلب رو هم اضافه کنم که فضای روستاها و شهرستانهایی که کوچیکتر هستند اما همچنان در التهاب انقلابی به سر میبرند هم به احتمال خیلی زیاد بری از این مشکل نیست. فقط تنها معذوریت‌های اخلاقی و به هر حال محدودیت‌های شهرستان احتمالاً باعث میشه که افراد یا اصطلاحاً روشون نشه راجع به این قضیه صحبت کنند یا اصلا اعتماد نکنند که باید راجع به این قضیه صحبت بشه. یعنی بنابراین احتمالاً آمارها و گسترش این رفتار باید خیلی بالاتر از این باشه. ببینید، به صورت کلی در هر جریان یا فضای انقلابی زمانی که تجاوز به زنان صورت میگیره بدترین نوع جنایت صورت گرفته. یعنی این رو ما تقریبا در تمام فرهنگ‌ها داریم. وقتی کار به این مرحله میرسه با عقوبت‌های شدیدی همراهه، چه میخواد فضای جنگی باشه، چه عرض کردم فضاهای التهابی یک قیام یا یک انقلاب در فضای ایران. منتها این پدیده به علت شدت سرکوب جمهوری اسلامی فعلا مقدور نیست. ببینید، انقلابی که برای زن و زندگی و آزادی شکل گرفته بر علیه حکومتی که تماماً با زن مشکل داره، یعنی یک مشکل 44 ساله جریان داره، طبیعیه که سعی میکنند به هر نحو ممکن اتفاقاً زن رو و آنچه که هویت حداقل ظاهری یک زن رو شکل میده فرای از هویت انسانیش، یعنی هویت جنسیش، رو مورد تجاوز و مورد آزار قرار بدن، به این امید که این صدا رو خفه کنن. چون به هر حال آزارهای جنسی یکی از خط قرمزها در تمام خط مشرا و در تمام فرهنگ هاست و فکر کنم جمهوری اسلامی با این ذات بیمار و عجیبی که داره سعی میکنه از این طریق آزارها رو چند برابر کنه. خانم کنعانی، چه اقداماتی انجام دادنش ضروریه؟ حالا هم برای پیشگیری از این وضع اصلا اگه بشه، و همین که با این وضع موجود اصلا چقدر این دست اقدامات میتونه از حضور زنان در خیزش انقلابی جلوگیری کنه، که یکی از دلایلیه که مطمئنن نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به خاطرش این کار انجام میدن. ببینید، من فکر میکنم هرچی این رفتارها بیشتر میشه، به جای اینکه رعب و وحشت افزایش پیدا کنه، خشم بیشتر میشه. من به این فضا میگم فضای ملتهب انقلابی، به همین علت، به خاطر اینکه طبیعتا شما هر رفتار اشتباه، هر جنایت و هر تجاوزی که میبینید، حالا چه میخواد حالت جنسی داشته باشه، چه این ورود جمهوری اسلامی به حریم خصوصی مبارزین و مردم عادی، حتی بیشتر نفت میشه بر آتش فضایی که اینقدر ملتهب هست و انقلابی هست. آیا معترضین همه در خیابان دستگیر شدن؟ خیر، خیلی ها در یورشی در منزل دستگیر شدن و مجددا باز همین اتفاق براشون افتاده. بنابراین نمیشه خیلی اقدامات پیشگیرانه ای چی بگیم، زن نباشی، جوان نباشی، بدن نداشته باشی، نمیشه اقدامات پیشگیرانه گفت. اما مهمترین کاری که میشه کرد از لحاظ تخصصی این بلند کردن صدای اتفاقی است که افتاده. گزارشات خارجی هم در این مورد منتشر شده. مهمترین کار اینه که هزینه رو برای جمهوری اسلامی بالا ببرید. یعنی مثلا مطرح شدن این قضیه در ارگان‌های جهانی، مطرح شدن این قضیه به زبان‌های خارجی در پلتفرم‌های اجتماعی، راجبه صحبت کردن، همین برنامه‌هایی که میتونه حتی تلویزیون‌ها به زبان‌های مختلف بذاره. ما مهمترین کاری که الان میتونیم بکنیم، فضای فارسی زبان و فضای داخل ایران، اقوام ایران، اسپیکای ایران، همه میدونن چه کاری داره جمهوری اسلامی باشون میکنه و برای ما احتیاج داریم این صدا رو به زبان‌های دیگه ترجمه کنیم که این حساسیت جهانی رو برانگیخته کنیم. اینجوری هزینه بره بالا، هر چقدر هزینه بالاتر بره بعدها پیامدهای منفی مالی و سیاسی برای جمهوری اسلامی داره. این همون چیزیه که اینا سعی میکنن ازش فرار کنن تا بتونن ادامه بدن حکومتشون رو. و برای ما سعی باید بکنیم از اون کانال اقدام کنیم، با افراد به نام حقوق بشری، با فعالین حقوق زنان، با مؤسسات این مسئله باید مطرح بشه، اثبات بشه، شاهدها بایستی بیان و راجبش صحبت کنن تا بتونیم در حد یک جرم و یک جنایت واقعی بهش رسیدگی کنیم، هزینه بالا بره و به این ترتیب بتونیم جمهوری اسلامی رو متوقف کنیم و به نوعی امنیت زنانمون رو در خیابان‌ها و در
داخل کشور اینجوری حفظ کنیم.